ببینید مثلا شما یه چیز الان به من نشون دادین از مثلا سخنان مرحوم بهشتی آقای خامنه‌ای، بله بله، که مثلا گفتن ستمگران عاقبتشون اینه، ستم چقدر چیز بدیه. خب به لحاظ انتزاعی درست حرف خوبی هم هست، ولی ببینید ما از لحاظ انضمامی یعنی روی زمین تو واقعیت باید ببینیم چه اتفاقی بود. هیچ ستمگری تو دنیا نمیگه ستم خوبه، همه ستمگر عالم رو نگاه کنید همهشون میگن ستم بد عدالت خوبه. این که ستم بد و عدالت خوبه که چیزی عوض نمیکنه، من باید ببینم تو عمل چه اتفاقی میفته. ستم هم خودش یه واژه نسبی است. شما ببینید مثلا تو همین سیستم غذایی زمان آقای شاهرودی ایشون بحث میکرد در مورد اینکه آقا ضابطین باید محدود بشه. این آقای جعفری دولت‌آبادی وقتی شد دادستان تهران تو مراسم معارفش یه جمله گفت، منم هم موقع تقدیر نوشتم فرستادم، ایشون گفتش که ما اجازه نخواهیم داد ضابطین بر قضات حکومت کنند. خیلی جمله خوبیه. حرف آقای جعفری در دوره آقای رئیسی یک کمی ها رو شبیه حرف زده شد. آقای اژه‌ای چند باری حرف رو زده، حتی ایشون گفت باید یه آیین‌نامه تنظیم بشه. من میگم خب برای تو عمل چه اتفاقی داره میفته؟ آقایی که نمیشه مثلا 20 سال 30 سال شما هم میگید آقا ضابطین باید محدود کنیم، ضابطین نباید برقضات حکومت کنه، ولی همین الان ضابطین از بازداشت تا محاکمه تا بعد از محاکمه تصمیم گیرن وقتی میگن حکم مینویسن تحویل قاضی ها میدن. من شنیدم. آره من خب بگم که به هر حال من به عنوان بله به عنوان کنشگر سیاسی موضوع آدم میتونه فرق کنه، به عنوان کنشگر سیاسی میگه آقا همین حرف زدن هم خوبه، همین رفتار نمایشیش هم خوبه. حالا من به عنوان یه مدافع حقوق بشر بیشتر ارزیابی ها معطوف به نتیجه است. نتیجه است یعنی که تو عمل چه اتفاقی داره میفته. آیا مثلا من میتونم فرض کنید یه اعدامی که میدونم ناحق جلوشو بگیرم؟ ببین من یه چیزی رو تاکید کنم، من منکر این نیستم که اتفاقای خوبی افتاده. ببینید مثلا خود من پیش اومده که مثلا یه موردی یا شب زنگ زدن یه نفر دستم در کار قضای اعدام زیر 18 سالی بود متوقف کردن. ببینید این اتفاقا میفته. من بحثم اینه که عدالت اتفاقی همیشه تو همه جای دنیا وجود داره و ممکنه. ما دنبال عدالت سیستماتیکی، عدالت موردی و اتفاقی دردی و درمونه میکنه. که هم میگم که اگر الان فرض کنید شما چند نفر بردید محاربه، به محاربه محکوم کردید، آیا راهی وجود داره که مثلا بشود جلوی اینو گرفت؟ خب مطبوعات که جرأت نمیکنن نقد کنن، نقد کنن برخورد میشه، میگن مثلا شما کیس امنیتی نباید وارد میشه. سیستم قضایی هم یه جوری طراحی شده که بعضی پرونده‌های خاص به شعبات خاصی داده میشه. ببین من الان با قاطعیت میگم بعضی پرونده‌هایی که تو همین جریان جنبش مهسا رفت و حکم اعدام گرفت، بدون یک درصد تردید به شما میگم این پرونده اگر به شعباتی غیر از این چند شعبه خاص رفته بود قطعا همچین حکمی نمیدادن و قطعا کسی توش اعدام نمیشد. خب حالا چجوری میشه جلو اینو گرفت؟ توجه میکنید؟ بخاطر همین به نظرم ما باید انتظارمون رو یه مقداری معطوف به واقعیت. منظور من این بود که در خیلی کوتاه در یه جمله اجایی رئیس دادگاه سال 79 شما تفاوت کرده، امروز فرق کرده نظرشون. اجایی که سال 79 رئیس دادگاه شما بود، رئیس دادگاه پرونده شما بود، رئیس مجتمع قضایی کارکنان و دولت خود بود، پرونده نبود، که قاضیش هم مرتضوی بود. قاضیش مرتضوی بود و ایشون رئیس مجتمع بود، در پرونده ایشون باید ارجاع میداد. و به هر حال میگم تفاوت کرده این آقای اجی با اون آقای اجی. الان ببینید الان ما اگر بخوایم ظواهر رو نگاه کنیم، این آقای اجی امروز با اون اجی فرق میکنه. منتها عرض کردم این تفاوت برای یک کسی مثل باید تفاوت کافی نیست. من اون چیز که برای مهمه اینه که فرض کنید الان
تو عمل چه اتفاقی افتاده؟ مثلا برای مثال من اعدام برام یه شاخصه، این خیلی مسئله ما. ببین الان اعدام که میگی متاسفانه، متاسفانه تو جامعه از بس که خبر اعدام یاد برای همه عادی شده، مسئله فساد ها شده. مردم ببین، مردم متاسفانه یه چیزایی تو خودشون گرفتارش نشن اهمیتشون نمیفهمن. مثلا مردم خبر اعدام توی این روزنامه که میبینن اصلا ازش رد میشن، میرن خبر فوتبال میبینن. ولی اگه مثلا یه عضو خانواده‌اش حکم اعدام بگیره، وقتی رو نسبت به خبر اعدام دیگه حساس میشه. این خیلی خودخواهانه است، این خیلی هم وجود داره، یعنی یکی از نشانه‌های چیرگی خودخواهی توی جامعه است. من میخوام بگم که جامعه انقدر بی‌تفاوتی وجود داره که کسی متوجه ابعاد مسئله نیست. من باور کنید خودم هر یه خبر اعدام، حتی طرف مجرمه ها، اصلا خبرش که میاد یا میشنوم اصلا تنم میلرزه، اصلا گاهی اوقات دو سه روز حالم بده، اصلا تصورش میکنم یه آدم برای مجرم اصلا به دار کشیدن، یه آدمه، یه آدمه، توجه میکنید؟ خب برای من مثلا این خیلی شاخص مهمیه. نگاه میکنم میبینم مثلا آیا آمار اعدام‌ها در زمان آقای اژه‌ای نسبت به قبل کاهش پیدا کرد یا نه؟ اگر کاهش پیدا کرد، وقت من جوابم به شما مثبته. میگم که دوره آقای اژه‌ای حتما خیلی دوره بهتری است. میگم بهتر نسبت به گذشته ها، نمیگم ایده‌آله، نه. و امیدوار میشم به اینکه این روند ادامه پیدا کنه و بازم بهتر بشه. ولی اصلا الان اتفاقی که افتاده اینه که حتی آمارش هم بیرون نمیدن. ببینید اصلا یکی از چیزهایی که برخلاف قانون، طبق قانون، قانون مصوب رسمی کشوره، کسی که اعدام میشه باید خبرش، عکسش، اینا بیاد تو روزنامه، باید چارومو پیدا کنه. اینا حتی خبر اعدام هم نمیدن. قبلا توی سایت دادگستری هر استان میومد، یعنی روزنامه ها که خبره دیگه داده نشد جمع شد، سایت دادگستری استان زد که مثلا این اعدام در روز گذشته انجام، اینم الان جمع شده. آمار زندان ها یه دوره سایت سازمان زندان ها هفتگی هم بروز میکرد، یعنی شما آمار زندانی ها رو داشتید، به تفکیک هم داشتید، به تفکیک استان، به تفکیک سن، به تفکیک جنس. خب آسیب شناس ها، محققین علوم اجتماعی بر اساس آمار تحلیل میکردند کار این آمار رو حذف کرده. شما آمار ندارید، شما دست محققین رو بستید، اصلا کسی نمیذارید بفهمه چه اتفاقی داره میفته، ما من چجور میتونم ارزیابی کنم؟ ولی بر اساس اخباری که داریم، بر زندانی ها خبر میدن، خانواده هاشون خبر میدن، بر اساس اطلاعاتی که از مجاری مختلف به دست بیاریم، من ببینم آمار اعدام ها اصلا کاهش پیدا نکرده. اصلا تو همین دو سه ماه اخیر، اصلا بعد از قضیه غزه، اصلا آمار اعدام ها بیشتر هم شده. این برای من مهمه. بنابراین که شما میفرمایید بله، من آقای اژه‌ای امروز و آقای اژه‌ای سال 72 رو قطعا به شما میگم متفاوته، لااقل نمای بیرونیش خیلی متفاوته. ولی من به عنوان مدافع حقوق بشر برام یه شاخصایی مطرحه که باید اونجا ببینم چه تغییری اتفاق میفته. به عنوان آخرین مورد، شما الان خطری احساس میکنید نسبت پرونده هایی هستن که احساس خطر نسبت اعدامشون میخوای به مردم بگید یا اعلام بکنید؟ پرونده های امنیتی، سیاسی یا اعدامی هایی در فراوان ببینید دارید؟ کسانی موردی دارید بگید؟ ببینید من مثلا حالا پرونده های عرض اینا میگم پرونده های امنیتی، واقعش خیلی نه امنیتی نیست، پرونده سیاسیه. یکی از ابداعات زشتی که واقعا رواج پیدا کرده اینه که این آقایون برای اینکه نمیخوان بپذیرن ما زندانی سیاسی داریم، اومدن عنوان امنیتی اختراع کرده، میگه زندانی امنیتی. مثلا آقای تاجزاده، آقای مهدی معمودیان، آقای سعید مدنی، آقای رزاق، اینا کدومشون زندانی امنیتی هست؟ اگه شما منظورتون از زندانی امنیتی زندانی است که مثلا منتسب به گروه تروریستی و خشن و اینا، نمیدونم بعضی ها وکیلن و آقای نجفی، نمیدونم
خانم محمدی، نرگس محمدی، آقای داوودی. خب ایران مثلا چه جرم خوشمونت باری داشتن؟ مثلا چی داشت؟ خیلی از دست زندان سیاسی هست. اصلا معلم، مثلا آقای عبدی مثلا کجا